برنامه یاد خدای مهربان، بارز سلام با شما خوبان. امیدوارم تمامی شما عزیزان و دانش آموزان ما صحتمند، سالم و تندرست باشین. شما را در برنامه خودتون یعنی برنامه کانکور با آریانا خوش آمدید میگم. دوستان عزیز، کتابچه و قلم پشتون باشد تا نکات زیبایی رو که ما از طریق برنامه خودتون به شما عزیزان ارائه میکنیم یادداشت کنین. دوستان، یک بار خیلی کوتاه درس گذشته رو مرور میکنیم و یادآور شویم که شما کسانی که تازه با ما پیوستن بفهمند که ما در جلسه قبلی یا در درس قبلی کدام موضوعات را خواندیم. دوستا ببین، ما اولین جلسه در قسمت درس قبلی اولین آخر موضوعی رو که بررسی کردیم عبارت از رابطه هایدروجنی بود و در رابطه هایدروجن 5 تا نکته بسیار مهم داشتیم. یکیشان عبارت از تعریفشان بود. دوستا این نکته شماره 2 قدرت رابطه هایدروجن، شماره 3 انرژی رابطه هایدروجنی و شماره 4 وظیفه رابطه هایدروجنی، شماره 5 هم تشکیل دائمی در رابطه هایدروجنی رو خواندیم. دوستا ببین، یک تعریف گفتیم و تعریفش هم گفتیم، قسمت گفتیم تعریفش چیه، گفتیم اتصال اتمی. ببین اتصال اتمی هایدروژن یک مولکول با عناصر نوف مولکولی چی بود؟ مولکولی دیگر. عناصر نوف مثل کدام عناصر هستن؟ نایتروژن، اکسیژن، فلورین بود. این بحث اولشان بود. اما در بحث دیگه داشتیم در قسمت قدرت رابطه هایدروژنی اشاره کردیم که قدرت رابطه هایدروژنی به گونه زل اشاره می شود یا به گونه زل اشاره می کردد. یادتان باشد دوستان عزیز، ببین چی هست رابطه هایدروژنی؟ اتصال اتمی چی گفتیم؟ هایدروژن یک مولکول با عناصر نوف مولکول دیگر. موضوع بعدیش آمدیم در قسمت قدرت رابطه هایدروژنی میخوایم صحبت کنیم و یادآور شدیم و اشاره کردیم و گفتیم که قدرت رابطه هایدروژنی به مراتب سعی کنید بین چی هستن؟ هایدروژن، ببین هایدروژن با کدام عناصر؟ با عناصر فلورین به مراتب بهتر از کدام هستن؟ ببین قدرت رابطه هایدروژنی بین هایدروژن و فلورین به مراتب بهتر از کدام هستن؟ هایدروژن با کدام هستن؟ با عنصر اکسیژن هستن. باز دوباره دوستان خوبم، ببین قدرت رابطه هایدروژنی بین هایدروژن و اکسیژن به مراتب بهتر از کدام عنصر می باشد؟ با نایتروژن هستن. خیلی خوب، ببین دلایل های مختلف وجود دارد که قدرت رابطه هایدروژنی بین هایدروژن با فلور به مراتب بیشتر از هایدروژن با اکسیژن است و هایدروژن با اکسیژن به مراتب بیشتر از هایدروژن با نایتروژن هستند. البته کتاب معارف یا کتاب مکتب ما گفته مولکول هایی که در یک سطح یا در خط مستقیم قرار بگیرد رابطه قدرت رابطه هایدروژنیش بیشتره یا زیادتر میباشد. اما یک دلیل دیگر ما براتون میگم دوستان عزیز، متوجه باشین، ما میگیم که هر عنصر الکترونگتیفش قوی تر یا زیادتر بود یا بیشتر بود، رابطه قدرت رابطه هایدروژنی نیز بیشتر است. مثلا ببین فلورین الکترونگتیوی 4 الکتروولت، اکسیژن 3.5 الکتروولت است، نایتروژن هم 3 الکتروولت می باشد. پس بنابراین دوستان میتونیم بگیم که هایدروژن با فلور به مراتب قدرت رابطه هایدروژنیش بیشتر از هایدروژن با اکسیژن است، هایدروژن با اکسیژن بیشتر از هایدروژن با نایتروژن است. علتش هم دو علت است اگر بر اساس کتاب مکتب بگیریم، چون در خط مستقیم قرار میگیرد. نکته اول، نکته دوم شو اگر بخوایم بر اساس موضوعات دیگر طبقه بندی کنیم، برمیگردد به داشتن رابطه داشتن الکترو نگاتیو. این موضوع بود که اشاره کردیم. اما به این بحث دوم دوستان رابطه هایدروژنی رو بخوانیم، انرژی از اینا. متوجه باشین دوستان عزیز که رابطه هایدروژنی مقایسه میشه، یعنی انرژیش به شکل مقایسه است که در دو حالت پیش میاد. یکیش ببینید حالت اولش هستن و اینم حالت دومش هستن. متوجه باشین انرژی رابطه اشتراکی و اینی گفتیم اشاره کردیم 100 کیلو ژول بر مول است، اما انرژی رابطه هایدروژنی 21 الی 29 کیلو ژول بر مول میباشد. پس ما این گپ رو میفهمیم دوستان عزیز، متوجه باشین که انرژی رابطه هایدروژنی به مراتب کمتر از رابطه اشتراکی و آیونی است. یا این قسمی هم میتونیم بگیم انرژی رابطه اشتراکی و آیونی زیادتر از انرژی رابطه هایدروژنی میباشد. انرژی رابطه اشتراکی و آیونی 100 کیلو ژول بر مول است، اما انرژی رابطه هایدروژنی 21 الی 29 کیلو ژول بر مول میباشد. این موضوعات بود که ما اشاره کردیم یا خواندیم. حالا به این موضوع دیگه دوستان خوبم، در رابطه با چی میخوانیم؟ میخوایم در رابطه با وظیفه رابطه هایدروژنی بگیم. دوستان عزیز یادتون باشد که ما در بحث انرژی وظیفهشون، اما قبل از که وظیفهش رو بخوانیم به یک بار می خود مولکول ها رو مرور کنیم که رابطه هایدروژنی چیست. سکن ما در قسمت یک مولکول داریم، باز یک HF اینجا داریم، یک HF دیگه اینجا وصل میسازیم. ببین این هم پس خودش یک مولکول است و یک فلور دیگه یا HF دیگه رو اینجا میاریم و این هم خودش یک مولکول میباشد. خیلی خوب دوستان، ببین ما این قسمت ها رسم کردیم. ببین حالا چه کار میکنیم؟ اشاره کردیم رابطه هایدروژنی رابطه بین هایدروژن یک مولکول با عنصر نوف مولکول دیگر بود. ببین قسمت هایدروژن است، این دیگه چیست؟ فلورین هستن. یک مولکول است یک مولکول. حالا فلور هایدروژنی با فلورین یک رابطه وضع می‌سازد. ببین فلور این مولکول با هایدروژن این مولکول یک رابطه است. اما قبل از اینکه اینو بکشیم بریم اینجوری بررسی کنیم دوستان، پس هایدروژن با فلور یک رابطه است، اینو میره با نام رابطه چی میکنیم؟ هایدروژنی.
حالا ببینید بین فلور با این قسمت با هایدروژن هم یک رابطه هایدروژنی هستن. پس این میره به نام چیت میکنیم، دو تا رابطه هایدروژنی میشن. خیلی خوب دوستا، سکون پس اینا فهمیدیم ما. ببین این یک مولکول داریم، این هم یک مولکول داریم، این هم یک مولکول. یعنی ما به صورت کلی اینجا میتونیم توضیح بدیم سه تا مولکول داریم و سه تا مولکول در کنار سه مولکول هست، سه تا رابطه هایدروژنی هم موجود میباشن. دوستا پس ما گفتیم رابطه هایدروژنی بین هایدروژن یک مولکول با عناصر 9 مولکول دیگر. یا مثال دیگر در نظر بگیریم، ببینید این قسمت مثلا مولکول آب در نظر میگیریم. ببینید اشتباه نشو از پیشتون دوستا، ببینید هایدروژن یک مولکول با 9 مولکول دیگر که در قسمت اکسیژن می، پس ما اینجا رابطه هایدروژنی وصل میسازیم. ببین قوه بین این مولکول با این مولکول، یعنی قوه که به وجود میاد اینو به اساس رابطه هایدروژنی وصل میشود. پس اینو میره به نام چیت میکنیم، رابطه هایدروژنی یت میشه. متوجه باشین دوستان عزیز، شاید این سوال در ذهنتون ایجاد شود، ببین هایدروژن با اکسیژن وصل شده، اینم رابطه هایدروژنی است. این قسمت هم ببین هایدروژن با اکسیژن وصل است، پس اینم رابطه هایدروژنی. نه اشتباه نکنید، متوجه باشین نکته بسیار مهم اساسی و کلیدی است قسمت دوستان. هیچ وقت نمیتونه که رابطه هایدروژنی بین اتم با اتم در یک مولکول ایجاد شود. اگر ما بیایم هایدروژن با اکسیژن در این قسمت بگیم رابطه هایدروژنی است، نه این رابطه کیمیایی است. فقط ما یک مولکول دو مولکول خاص داریم که جداگانه براتون تشریح میکنم که چرا که بین او استثناء وجود داره که یک مولکول دو مولکول است که در عین مولکول رابطه هایدروژنی وجود داره که فعلا بررسی نمیکنیم. پس فقط بدانید که اتصال اتم هایدروژن یک مولکول با عناصر 9 مولکول دیگر، مثلا فلورین گفتیم دیگه، چرا گفتیم اکسیژن، یکیش مانده کوری جداگانه براتون شرح خواهیم داد ان شاء الله. بعد همیشه متوجه باشین که هایدروژن ها با عناصر 9 مولکول دیگر رابطه هایدروژنی برقرار می سازد و بین خودشون برقرار نمی سازد. امیدوارم یاد گرفته باشین دوستان عزیز. حالا می قسمت بعدی یا موضوع بعدی رو می خوانیم، وظیفه رابطه هایدروژنی. دقیقاً یک سوال کانکور مازی بخش داشتیم، سوال فرم ولات زیبای میدان وردک گفته بود که وظیفه رابطه هایدروژنی در بیولوژی چی هستن؟ متوجه باشین دوستانم، وظیفه رابطه هایدروژنی دو چیز هستن. ببینین اصلا ما میتونیم بگیم که رابطه هایدروژنی در بیولوژی دو وظیفه دارد. ببینید کدام دو وظیفه هستن، این وظایفشان میباشد. یکیشان اینی هست دوستان، سعی کنید بگیم در انتقال خواص ارثی نقش دارد، این شماره یکشان هستن. سایکون شماره یک و شماره دویش چی داریم دوستا؟ میگم بازوهای تیزاب یا بازی تیزابهای هستوی دارای رابطه هایدروژنی باشد. اگر از شما احیانا پرسان کنن، شما میتونه سه تا سوال کنکور از قسمت ساخته شد یا سه تا سوال کنکور داشته باشیم. اولین سوالی هستن دوستان خوبم که مشخص میگه که رابطه هایدروژنی در بیولوژی چند وظیفه داره؟ دو وظیفه داره. یکیش میگه در کدام، یکی کدام وظایف است، یکیش میتونه خیلی راحت بگیم در انتقال خواص ارثی نقش دارد، یکی دیگه هم دوستا بازوهای تیزابهای هستوی دارای رابطه هایدروژنی باشد. که حالا میم بخونیم که یعنی چی موضوع هستن بازوهای رابطه هایدروژنی یعنی چی. سکون دوستان خوبم، ما یک شکلی از دی ان ای، مولکول های دی ان ای رو بیاریم، اینی میشه بازوهای از اینا که هستن. ببینی قسمت اصلا ایک رنگ آبی هست، این که برنگ سرخ هست، این میشه بازوهای از اینا. دوستان عزیز ایک به شکل مولکول ها که در اطرافش هست، اینا عبارت از قلوی ها هستن، قلوی های نایتروژنی هستن. بر اساس قانون ایروین چارگوف، هر قلوی در مقابل یک قلوی نایتروژنی، هر قلوی نایتروژنی بازوهای تیزابهای هستوی در مقابل یک قلوی بازوهای در مقابل یک قلوی نایتروژنی دیگر قرار دارد. مثلا دوستان ببینید ای مخفف ادینین است که ادینین در مقابل چی هستن؟ تایمین است. ای چی است؟ گوانین. گوانین در مقابل چی است؟ سایتوزین است. مثلا میتونیم بازم بگیم ببین ادینین در مقابل تایمین است، گوانین مقابل سایتوزین هستن. ادینین دوباره مقابل تایمین است، گوانین مقابل سایتوزین هستن. اینجا قسمت هم ادینین در مقابل این قسمت هم ادینین در مقابل تایمین، گوانین در مقابل چی هستن؟ سایتوزین میباشد دوستان. این میشه رابطه، این میشه شکل یک دی ان ای یا مولکول. بعدش دوستا قلوی هایی که در قسمت قرار دارد در کنار هم دیگر در مقابل هم دیگر قرار می گیرد و ایرام شخصی به نام ایروین چارگوف بیان ساخت. متوجه باشین دوستا، ایروین چارگوف این موضوع رو بیان ساخت که قلوی های نایتروژنی در مقابل هم می باشد. کدام در کدام؟ مثلا ادینی در مقابل تایمین است، گوانین در مقابل سایتوزین می باشد. دوستا متوجه باشین احیانا بیولوژی صنف 12 یک نکته اشاره میکنه، میگه که کدامش در مقابل کدام قرار دارد، داره چند رابطه هایدروژنی میباشد. به خاطر بسپاریم دوستان، اشاره کردیم ادینین در مقابل چی هستن؟ تایمین میباشد. ببین ادینین با مقابل تایمین
دو تا رابطه هایدروژنی دارد. ادینین در مقابل تایمین حاوی دو رابطه هایدروژنی است. اما این طرف دیگر سکندوسا گوانین در مقابل سایتوزین سه تا رابطه هایدروژنی می باشد. پس ادینین در مقابل تایمین دو رابطه هایدروژنی دارد، گوانین در مقابل سایتوزین سه رابطه هایدروژنی می باشد. من یک نکته اشاره می کنم، هرچند طریق علمی نیست ولی یادآور می شوم، اگر شما یاد بگیرین خیلی خوب می باشد. دوستان ببینید قسمت ادینین دی. دی یعنی دای، دای یعنی دو. پس همیشه یادتون باشد ادینین در مقابل تایمین دو رابطه هایدروژنی داره، چون در ترکیب هر دوش دی هست. اما این قسمت دیگر ببین دوستا، گوانی در مقابل چیه؟ سایتوزین. سایتوزین یعنی سین، سین یعنی سه. هرچند گفتم روش یا طریقه غیر معمول است، ولی با خاطر که دانش آموزا یادشان نره خوب است، نسبتاً میتونید، چون گدورد میشه گان وقت خوب ادینین در مقابل تایمین چند رابطه هایدروژنی داشت، گوانین مقابل سایتوزین چند تا، ممکنه که اشتباه شد. ولی اگر بگیم گوانین در مقابل سایتوزین است، سایتوزین سین، سین یعنی سه رابطه هایدروژنی دارد. ادینین در مقابل چی هستن؟ تایمین. ادینین دی، دی یعنی دای، دای یعنی دو رابطه هایدروژنی میباشد. پس بنابراین ادینین با تایمین دو رابطه، گوانین با سایتوزین هم سه رابطه میباشد. پس بیایم یک بار خیلی خلاصه کوتاه مرور میکنیم. وظیفه رابطه هایدروژنی یا رابطه هایدروژنی داره دو وظیفه است. یکیش چی بود؟ انتقال خواص ارثی که از یک نسل به نسل دیگر، که بهتر از من خودتون میدونید دوستان. یک، دومیش کدام بود؟ یکیش گفتیم، دومیش هم اشاره کردیم که بازوهای تیزابهای هستوی دارای رابطه هایدروژنی است. مطابق با قانون ایروین چار گفت ادینین در مقابل تایمین است و گوانین مقابل سایتوزین است. ادینین با تایمین شما عملا میبینید حاوی دو رابطه هایدروژنی باشد، گوانین با سایتوزین هم حاوی سه رابطه هایدروژنی میباشد. امیدوارم یاد گرفته باشین. دوستان عزیز، حالا به موضوع بعدی رو بررسی میکنیم، تشکیل دایمر. دوستان ای که تشکیل دایمر چه هست چه نیست، یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم و شما توضیح خواهیم داد. دوباره خوش آمدین دوستان عزیز و یک سلام گرم دارم به دوستانی که تازه به من پیوستن و تعقیب میکنن برنامه خودشان را. یادآور میشم که این برنامه همه روزه رأس ساعت 5 الی 6 عصر از طریق شبکه جهانی آریانا نشر میگردد و همچنان به خاطر بسپارین دوستان عزیز که به صورت لایف هم میتونید شما این برنامه را از طریق صفحه مجازی کانکور با آریانا و همچنان چینل یوتیوب این شبکه نیز بیننده باشین. دوستان ما اشاره کردیم در بحث تشکیل دایمر. ببین تشکیل دایمر چی هستن؟ یا خود دایمر، دای میشه دو، میر یعنی یک جای شدن. ببین پس اگر دو مولکول یک جای شد میگیم دایمر، اگر سه مولکول بود چی میگیم؟ ترایمر. ببین به مو ترتیب، اگر این مولکول بود میگیم پولی میر. پولی یعنی زیاد، اما میر یک جای شدن میباشد. پس اگر یک تخ نمیشه، ولی بازم اگر میخواین بگین میشه مونومیر، اما یک دانه خود دیگه گپ نداره. پس بنابراین دایمیر چی است؟ ببین دایمیر مولکول هایی که از یک جا شدن دو مونومیر هم نو توسط رابطه هیدروژنی به وجود میآید. یا دایمیر چی است؟ یک جا شدن دو مولکول میتونیم بگیم. خیلی خوب دوستا، ببین در کیمیایی نش مهمه که در کدام مولکول ها دایمیر وجود داره. دوستان خوبم، سایکون یکیش در هایدروفلوریگسید است، یکی دیگهش در مولکول آب میباشد، یکی دیگهش هستن در آمونیاس و یکی دیگهش در فرمیک اسید میباشد. در این مولکول ها سبب تشکیل دایمیر میشد. هایدروفلوریک اسید آب هست، آمونیا و فرمیک اسید میباشد. اما یک نکته ای که من از تذکر برتون بیتون، بسیار نکته مهم و اساسی است، میتونه شما در کنکور سوال بیای اگر سوال اومد یاد داشته باشین دوستا، چون همین موضوع در کتاب مکتب دقیقاً تشریح شده، من برتون توضیح میتونم. و نکته ای که میخوام اشاره کنم این است دوستا، ببین هایدروفلوریک اسید و آب سبب تشکیل دایمر میکند ولی به حالت بخار. احیانا اگر در کنکور شما پرسیده شود که کدام مولکول ها تشکیل دایمر به حالت بخار میکند، شما باید یاد داشته باشین ببین هایدروفلوریک اسید و آب سبب تشکیل دایمر به حالت بخار میشود. بسیار نکته مهم و اساسی است دوستا. تکرار میکنم، دایمر چیست؟ یک جا شدن دو مولکول مشابه، یا از یک جا شدن دو مونومر، یعنی دو مونومر مشابه به هم که یک جای شد میشه دایمر میباشد. دوستا اشاره کردیم که هایدروفلوریک اسید و آب HF و H2O با حالت بخار اینا دایمر مینماین. خیلی خوب دوستا، حالا ببینیم که دایمر چی هستن چی نیستن. ببین در قسمت ما یک مولکول داریم، مولکول آمونیا داریم، یک مولکول است و یک مولکول دیگه هم این قسمت رسم میکنیم. حالا چند مولکول شد؟ دو مولکول. ببین دو مولکول شد، ای چی است؟ هایدروژن است. ای چی است؟ نایتروژن هستن. ببین قسمت دو تا مولکول شک جای شد، این میشه دایمر. حالا اونمو قوه که نایتروژن رو با هایدروژن، نایتروژن یک مولکول با هایدروژن یک مولکول دیگر وصل ساختک، اینمی رو به نام چی میکنیم؟ رابطه هایدروژنی میشه.
پس دایمر چیست؟ دایمر از یک جا شدن دو مونومر هم نوع یا مشابه هم باشد. و در این مولکول ها رابطه دایمر، رابطه مولکول دایمر موجود هست. دوستان که براتون تشریح کردیم. حالا به موضوع بعدیش رو بخوانیم دوستان. ما سه تا نکته داریم به صورت عموم که این نکات را بسیار مهم است و ما دانه به دانه براتون توضیح خواهیم داد. نکته شماره یک، انرژی رابطه هایدروژنی. اگر یادتون مانده باشد ما در قسمت اول برنامه یا در جلسه قبلی هم همچنان تذکر دادیم که رابطه هایدروژنی ببینید خیلی مهم است. رابطه هایدروژنی در مولکول های رابطه آیونی و اشتراکی داشت 100 کیلو ژول بر مول بود، اما در مولکول رابطه هایدروژنی داشت 21-29 کیلو ژول بر مول بود. پس بنابر میتونیم بگیم دوستا رابطه هایدروژنی انرژیش کم است، اما انرژی رابطه اشتراکی و آیونی بیشتر است. حالا میخوایم بفهمیم که انرژی رابطه هایدروژنی چقدر کم میباشد. دوستا انرژی رابطه هایدروژنی ببین چقدر این قسمت بر ما میگه 10^20 مرتبه. دوستا ببینید انرژی رابطه هایدروژنی 10^20 مرتبه چیه دوستای خوبه؟ ببین ضعیفتر از چی میباشد؟ ضعیفتر از رابطه آیونی و یا اشتراکی میباشد. خیلی خوب دوستا، در قسمت نکات بسیار مهم است نکته شما را اشاره کردیم. انرژی رابطه هایدروژنی 10^20 مرتبه ضعیفتر از انرژی رابطه آیونی و یا اشتراکی می باشد. این یک نکتهش که اشاره شد. دوستا در بحث این نکته شماره چند داریم؟ نکته شماره دو رو ببینید چیه. ببین میگه که در فارمیکاسید یا تیزاب مرچم تشکیل دایمر به حالت عادی می شود. دوستا به حالت بخار کدام مولکول ها رو گفتم؟ دو تا مولکول بود، هایدروفلوریک اسید و یا HF و مولکول دیگه آب بود که در مولکول هایدروفلوریک اسید و آب سبب تشکیل دایمر به حالت بخار میشد. دوستا در فارمیک اسید گفته به حالت چی؟ گفته به حالت عادی سبب تشکیل دایمر میشد. دوستا عزیز ببینید قسمت فارمیک اسید داریم و یک فارمیک اسید مولکول اینجا هستن. سعی کنین دوستا عزیز این فرمول فارمیک اسید است، این فرمول فارمیک اسید است. چند مولکول شد؟ دو مولکول. ببینید دوستان ما براتون توضیح دادیم هرچند این قسمت بدی هایدروژن این طرف می آمد، اشتباه شده با مسرت. هایدروژن شما تصور کنید این طرف است و در این قسمت کاملا صحیح هستند، بالا فقط برعکس از این هستند. دوستان هایدروژن این طرف است، هرچند درست است که ما حالا رابطه هایدروژن می کشیم ولی شما متوجه باشین تکرار می کنیم که هایدروژن به این طرف می آمد. پس اکسیژن یکش، حالا شما تصور کنید با هایدروژن دیگه هستند. هایدروژن اکسیژن یک مولکول با هایدروژن مولکول دیگر، این اشتباه شده، این باید برعکس می بود. اما قسمت پایین ببینید دوستان، هایدروژن یک مولکول با اکسیژن مولکول دیگر، یعنی رابطه که در فوق وجود دارد دقیقاً مثل رابطه که در پایین است، یعنی OH که در اینجا داریم این مبادمون OH باشد، یا یعنی فقط هایدروژن به جای اکسیژن بیاید، اکسیژن به جای هایدروژن بره، پس درست میشه. و اینمی رابطه که در اینجا تشکیل میشه، این رابطه رو بنام چیت میکنیم، رابطه هایدروژنی میشه. پس نکته شماره دو اشاره کردیم که در مرکب فرمیک اسید یا تیزاب مورچه سبب تشکیل دایمر به حالت عادی میگردد. این نکته شماره دو. دوستان خوب بیم نکته شماره سه رو بگیم. ببین رابطه شماره سه چی هستن؟ ما قبل از اینکه رابطه شماره سه رو تشریح کنم یک نکته رو اشاره کنم به شما خوبان و شما شاگردان عزیز، همواره تاکید میکنم اگر شما از این قسمت های دروس دوچار کدوم مشکل شدید میتونید به صفحه مجازی کانکور با آریانا حتما سوالاتتان را با ما شریک بسازین، ما همه روزه چک میکنیم ان شاء الله رحمان. اگر شما کدام سوالی داشتین تلاش میکنیم در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ بگیم. دوستان خوب، در مرکب ارتو هایدروکسی بنزالدهید و هایدروکسی بنزویک اسید رابطه هایدروژنی در عین مولکول تشکیل می شود. هرچند ما اشاره کرده بودیم دوستان عزیز که رابطه هایدروژنی بین مولکول با مولکول است، ولی دو تا مرکب وجود دارد که در داخل عین مولکول است. یعنی چی؟ یعنی اتم با اتم رابطه هایدروژنی می سازد که مرکبش مشخص است. حالا بیم بررسی کنیم کمی کدام مرکب هست. دوستان سعی کنید یک قسمت یکیش میاریم. نام نزی مرکبی که در اینجا هست گفته چی؟ گفته ارتو هایدروکسی بنزالدهید می باشد. نام این مرکب ارتو هایدروکسی بنزالدهید است. دوستان این چند مرکب است؟ یک مرکب. چرا ارتو میگیم؟ چون در تعویض ها اینجا پولوده پولو هستن. خیلی خوب، پس این کلن چند مولکول است؟ یک مولکول. پس در یک مولکول اینمی قسمت چی داریم؟ رابطه هایدروژنی داریم. این یک مولکول شد که ارتو هایدروکسی بنزالدهید. این قسمت هم گفته ببین در مرکب ارتو هایدروکسی بنزالدهید حاوی یک رابطه هایدروژنی موجود می باشد. در مرکب برتی بعدیش کدام مثلا؟ ببین گفتم ببین یکیش ارتو هایدروکسی بنزالدهید و ارتو و قسمت دیگه شو هایدروکسی بنزالدهید می باشد. میتونیم بگیم ارتو هایدروکسی بنزالدهید. این هم مولکول بعدیش دوستان. سعی کن یک مرکب هست که قسمت نامش می نویسیم ارتو هایدروکسی بنزویک اسید می باشد. دوستان عزیز خوب دقت کنید،
این قسمت هم یک رابطه چی وجود داره؟ هایدروجنی موجود می باشد. دوستا پس این دو نکته، نکته دوم گفت، سومش هم اشاره کردیم. امیدوارم یاد گرفته باشیم. دوستا عزیز، حالا میم موضوع بعدی یا درس بعدی رو بخونیم چی هستن؟ حالات ماده. با خاطر بسپارین که یک سوال کنکور همین نکته است که اینجا میخوایم براتون بگم. دوستا یک سوال کنکور اومده که ماده به چند حالت یافت میشود. متوجه باشین نکته بسیار مهم و اساسی است. خواهش میکنیم قسمت ها رو خیلی متوجه باشین. اگر از شما احیانا پرسان کنه که ماده به چند حالت است، خیلی از کسا میگن 5 حالت، که حالت پلاسما و نیوترونی رو در نظر میگیرن. ولی شما ساده دوستان خوبم، ماده به چند حالت یافت میشه؟ 3 حالت یافت میشه. یکیش حالتش چیه دوستان؟ یکیش مایع هستن. حالت شماره 2 چیست دوستان؟ حالت شماره 2 جامد. حالت شماره 3 چیستن؟ حالت شماره 3 گاز میباشد. پس ماده به چند حالت یافت میشه؟ به 3 حالت یافت میشه. ای کدام 3 حالت است؟ یکیش مایع است، یکیش جامد است و یکی دیگه چیست؟ گاز میباشد. دوستان عزیز، گاز این قسمت دیگه اضافه اومده، گاز نه گاز میباشد. دوستان بحث شماره 1 یا قسمت شماره 1 چرا حالت جامد در نظر میگیریم؟ ببین در بحث جامد شما دو نکته باید یاد داشته باشین. یکیش چیه؟ تعریفش است و یکی دیگه هم انواعش میباشد. این قسمت داریم انواع داره. ببین در بحث اول تعریف کنیم. ببین پس دو قسمت از حالت جامد شما دو گپ را یاد داشته باشین، یکی تعریفی که انواع. ببین تعریفش چی هستن؟ میگن که جامد حالتی از ماده است که ماده در این حالت دارای شکل و حجم و دارای شکل و حجم معین بوده. خیلی خوب دوستا، وزنش هم میتونیم، وزنش نمیتونیم بگیم، معین است. تنها میگیم که دارای شکل و حجم معین بوده، قابلیت تراکم رو نداشته، کمترین فاصله و بیشترین قوه جذب بین مولکول ها را دارا میباشد. دوستان خوبم متوجه باشین، میگیم که ماده حالت، ببین حالت جامد یک از حالات ماده است که ماده در این حالت دارای شکل معین است، دارای حجم معین است، قابلیت تراکم را ندارد، ببین بیشترین قوه جذب بین مولکول هایشان است و ببین کمترین، بیشترین قوه جذب است و کمترین فاصله بین مولکول هایشان موجود می باشد. به خاطر بسپارین دوستان عزیز که ماده جامد که است به شکل گلی میتونیم بگیم دو نوع است. یکیش کدام است؟ یکیش جامدات امورف است و یکی دیگهش جامدات کریستالی می باشد. خیلی خوب تکرار میکنم دوباره، در بحث جامدات دو نوع داریم، یکی جامدات امورف داریم، یکی جامدات کریستالی داریم. دوستان عزیز حالا ببینیم که جامد امورف چی است، جامدات کریستالی چی است، کدامش به کدام شکل است، کدامش کدام شکل نیست. دوستان ببین اول بیم جامدات کریستالی رو میخوام، جامدات امورف میخوانیم. جامدات امورف رو این 5 نکته رو باید یاد داشته باشه. اینی هستن 5 نکته در قسمت جامد امورف هستن. بحث شماره 1 چیه؟ تعریفش. دوستان نامش میباشد. شماره 2 معنا داریم، شماره 3 تعریف داریم، شماره 4 خصوصیاتش میداشته باشیم و شماره 5 هم مثالش رو داریم. دوستان شماره 1، اول جامد امورف به نام مایع سرد شده یاد می شود. جامد امورف به نام چی یاد می شود؟ مایع سرد شده یاد می شود. یک. دوم امورف چیه؟ به معنای بی شکل می باشد. معنی امورف بی شکله. سوم چیه دوستا؟ ببین تعریفش چی گفته؟ ساختمان داخلی آن منظم نیست. یعنی چی؟ یعنی می تونی بگیم ساختمان داخلی جامد امورف منظم نمی باشد. این نکته شماره چند؟ شماره 3. و ما خصوصیتش چیه دوستا؟ جامد امورف این خصوصیتش میگه که با سرد شدن محیط حرکت سیال خود را دست میدهد. و مثالش هم کدام است؟ شیشه. میتونیم یک موضوع خیلی ساده عامیانه بگیم تا خوبتر بفهمین، هرچند مثال که میگم از جامد امورف نیست ولی ساده تر هست، شما میتونید این را گپ یاد بگیریم. ببینید گلاس آب در نظر بگیریم، شما آب حالت مایع است، وقتی تکان بیتین این حرکت دارد. پس ببین دارد داخل گلاس شور بیتی میچرخد، این حرکت سیالش یا بالا پایین یا میچرخد، حرکت سیال. این شما در داخل محیط سرد قرار بیتین، مثلا در یخچال، سردخانه یخچال قرار بیتین، بعد سردخانه یخچال قرار دادین، ببین شما بیرون این یخ بزنه، وقتی که یخ زد شما حرکت بیتین دیگه او حرکت نداره، حرکت سیال خود چکار میکنه؟ دست میته. اینمی خصوصیت را شما میتونید در سیلیکون که شیشه از ساخته میشه در نظر بگیرین. پس نمونه ای از جامد امورف رو میتونیم شیشه رو بگیم. پس جامد امورف 5 نکته، 1 به نام مایع سرد شده یاد میشود، امورف به معنای چی است؟ بی شکل میباشد. تعریف چیه؟ ساختمان داخلی منظم نیست، یعنی غیر منظم است. خصوصیتش چی است؟ ایست با سرد شدن محیط حرکت سیال خود را دست میدهد. مثالم کدام بود؟ شیشه بود. دوستایی از جامدات چی بود؟ امورف داشتیم. خیلی خوب بیم یک بار شکل جامدات امورف رو ببینیم. ببینید شما تصویر میبینید یک شیشه شکسته است، مولکول ها رو که دانه های سرخ رنگ سفید رنگ میبینید مولکول هایشون هستن، اما این طرف ببین دوستان این یک شکل جامد کریستالیه. ببین شکل جامد کریستالی که اصلا بسیار منظمه،
سکون شکل سه بعدی بسیار مقبول زیبا منظم داره، اما این شیشه شکسته. شیشه را شما ببینید دوستان، دانه های سرخ و سفید عبارت از مولکول هایش هستند که به حالت چیه؟ غیر منظم است. پس گفتم میتونیم دوستان سکون خیلی ساده، ضرور به حفظشان نیست دوستای خوبم، میتونیم بگیم جامدات امورف ساختمان داخلیش غیر منظم است، ولی این قسمت رو شما خودتون میتونید توضیح بدین. جامدات کریستالی جامداتی هستند که ساختمان داخلیش منظم میباشد. دوستان عزیز امیدوارم که یاد گرفته باشین. پس یک بار خیلی کوتاه میگیم ماده چند حالت داره؟ سه حالت میداشته باشد. سه حالت کدام بود؟ جامد، مایع، گاز بود که از جامدات شو خواندیم، انواعش رو گفتیم، امورف و کریستالی بود که امورف رو خواندیم. جامد کریستالی رو دوستان بعد از یک وقفه کوتاه میخوانیم. خوش آمدین به ادامه برنامه. دوباره همچنان یک سلام گرم دارم به دوستانی که تازه ما پیوستن. دوستان عزیز ما اشاره کردیم در قسمت جامدات و گفتیم دو نوع است، یکی جامد امورف بود، یکیشم کریستالی بود که اینجا نشان دادیم که شیشه شکسته است. جامد امورف است چون شکل داخلیش نامنظم است، اما قسمت دومش جامدات کریستالی است. دوستان عزیز حالا بیم بحث بعدی، جامدات کریستالی. ببین در بحث جامدات کریستالی نکته اولی که باید اشاره کنیم جامدات کریستالی چی هستند دوستان. جامدات کریستالی به نام جامدات بلوری هم یاد میشه. خیلی خوب دوستان، جامدات بلوری تعریف کنیم، تعریفش به کدام شکل هستند دوستان عزیز. ببین دو بحث بسیار مهم است در قسمت جامدات کریستالی. ببین تکرار میکنم، جامدات کریستالی که است به نام جامدات بلوری یاد میشود و این دو نکته دارد. نکته شماره یک تعریفش است و نکته شماره دوم انواعش میباشد. تعریفش چیه دوستان؟ ببین تعریفی که برای زنا داریم، میگیم جامدات کریستالی ساختمان داخلی آن منظم بوده و نقاط در شبکه را اتم ها، آیون ها و مولکول ها تشکیل میدهد. دقیقا همین بحث که اشاره میکنیم دوستا سوال کانکوره، همین نکته. ببین میگیم جامدات کریستالی همون بلوری است. تعریفی چیه؟ ساختمان داخلی آن منظم بوده و نقاط در شبکه را چند چی تشکیل میدهد؟ سه تا نکته. سه تا نکته بسیار مهم. آقای سه نکته بسیار مهم کدام نکات است؟ یکش اتم هاست، دو آیون ها، شماره سه مولکول های. خیلی خوب دوستا، این قسمت از این بود. تکرار میکنم، جامد کریستالی بنام بلوریت میشود. جامدات بلوری کدام است؟ ساختمان داخلی یا کریستالی؟ ساختمان داخلیش منظم بوده، نقاط در شبکه را اتم ها، آیون ها و یا مولکول ها تشکیل میداد. اگر این سه نکته مثال کنکور داریم دوست، اگر این سه نکته نبود اشتباه نشه از پیشتان که غلط میگیره. فقط این سه نکته به شامل باشد، توم، آیون و مولکول، اگر چیزی دیگه بود غلط است. بعد انواع زنا یاد داشته باشند دوست که جامدات کریستالی به صورت کلی کسند چهار نوع. خیلی خوبی کدام چهار نوع میباشد؟ یه خط میکشیم، شماره یک جامدات آیونی، شماره دو دوست اتمی، شماره سه جامدات مولکولی و شماره چهار جامدات فلزی داریم. پس به صورت کلی گفتم میتونیم بسا جامدات کریستالی که هستن چهار نوع. شماره یکش از آیونیز، شماره دو جامدات اتمی، شماره سه جامدات مولکولی و شماره چهار هم جامدات فلزی هستن که هر کدامش را به ترتیب میخوانیم. اولین قسمتش کدام دوستا؟ اولین قسمتش جامدات آیونیه. دوستان خوبم ببینین دوستان، در قسمت جامدات آیونی چی داریم؟ جامدات آیونی را کسان اولین نکته را تعریف میکنیم، میگیم جامدات آیونی چیست؟ نقاط در شبکه را آیون های مثبت و منفی تشکیل میدهد. خیلی خیلی کوتاه، بسیار ساده، زیبا میگیم جامدات آیونی جامداتی هستند که نقاط در شبکه را ببین آیون ها تشکیل میدهد. اما کدام آیون ها؟ آیون های مثبت و منفی تشکیل میدهد. خیلی خوب دوستا، میخوایم بدانیم که آیون های مثبت منفی چگونه جامدات را تشکیل میدهد. دوستا عزیز سعی کنید، ما میگیم یک بار چون آیون مثبت منفی گفتم، ما پس میگیم آیون های مثبت منفی را رسم میکنیم. مثلا دوستا یک آیون مثبت، اینجا منفی رسم میکنیم، یک قسمت مثبت، اینجا منفی رسم میکنیم، اینجا مثبت و یک قسمت هم آیون منفی رسم میکنیم. دوباره دوستا عزیز ببینید، یک قطار شد. خیلی خوب، یک قطار دیگه هم رسم میکنیم، اینجا منفی، یک قسمت مثبت، منفی مثبت، اینجا منفی، اینجا مثبت، این دو قطار. به یک قطار دیگه هم رسم کنیم که به شکل واقعی تر بیاد دوستای عزیز. اینجا مثبت، اینا منفی، مثبت منفی، مثبت منفی. ببین این شد بیاسن دوستای عزیز، من میخوام که اینمی یک شکلی شبکه بیاد. چرا گفتیم که نقاط در شبکه را تشکیل میداد؟ حالا زیاد درسته یک شبکه والا میشه، ولی زیاد تو واقعی نیست. پس ببین، اگر ما بیم اینجا شبکه رسم کنیم دوستان، اینجا شبکه رسم کردیم. حالا ببین میگیم که نقاط در شبکه، اگر این به صورت کلی یک شبکه باشد، پس نقاط در شبکه آیون های چی تشکیل میده؟ مثبت و منفی. آها دوستان،
قبل از اینکه بیم نقاط در شبکه انتخاب کنیم باید یادتان باشد که آیون‌های مثبت نامش چیست، آیون‌های منفی نامش چی باشد. دوستای عزیز ببینید قسمت ما می کار دیگه میکنیم. ای آیون چیه؟ مثبت. ای چیه؟ منفی. آیون‌های مثبت به نام چی یاد میشه؟ قسمت کاتیون. ای دیگر هم داریم آیون منفی، آیون‌های منفی به نام چیه؟ انیون یاد میشه. پس به خاطر داشته باشین دوستا میتونیم قسمی هم تعریف کنیم. میگیم نقاط در شبکه را آیون‌های مثبت منفی و نقاط در شبکه را میگیم کاتیون و انیون تشکیل میدهد. خیلی خوب، پس جامدات آیونی جامداتی است که نقاط در شبکه را آیون‌های مثبت و منفی تشکیل میدهد. پس یک شبکه کشیدیم که چارج‌های مثبت بنام کاتیون بود و آیون‌های منفی هم یا چارج‌های منفی بنام انیون بود. مثلا ببین دوستا حالا ما میگیم این قسمت این یک کاتیون است. این می کاتیون یک نقطه است، از نقطه از چیه شبکه. ما اینمی کاتیون را اینجا ببین انتخاب کردیم. این. ما کاتیون انتخاب کردیم. آیا همین کاتیونی که ما اینجا رسم کردیم با رنگ سرخ گرفتیم مگر همین کاتیون یک نقطه از شبکه نیست؟ هست. خیلی خوب دوستا. حالا سعی کن اینمی نقطه کاتیون یا همین نقطه شبکه یا آیون مثبت یا کاتیون اطرافش را چی احاطه کرده؟ دوستا عزیز ببینید چی چیه؟ انیون یا منفی؟ سعی کنید این قسمت که احاطه شده در اینجا سن یک نقطهش یک نقطه دیگهش باشد. ببینید دوستان یک نقطهش اینجا یک نقطه دیگر اینجا رسم میکنیم. اینجا یک نقطه دیگر رسم شد. پس چند نقطه داریم؟ دو نقطه. یک نقطه را انیون انتخاب کردیم، یک نقطه دیگر کاتیون. حالا ببین چه کار میکنیم. انیون ها را احاطه میکنیم. سعی کنید با چی احاطه شده دوستان. این چی یک کاتیون یعنی چارج مثبت. چارج مثبت با چی احاطه شده است؟ یک منفی. اینی هم توسط عزیز و اینی قسمتش هم ببین و این قسمت از اینم سعی کن. سعی کنید هر چارچ کاتیون توسط چندین انیون احاطه شده. فقط شما به کنکور تا میخواست کافی سیاد داشته باشین که هر کاتیون توسط چندین انیون احاطه شده. اگر مشخص خواست بفهمین بگین هر کاتیون توسط 6 تا انیون و هر انیون دقیقا توسط 6 تا کاتیون احاطه شده. شاید این سوال در ذهنتون ایجاد شد. استاد ببخشید شما اینجا که رسم کردین این چهار چارج است. بله دوستا من چون این شکل دو بعدی است چهار تا رسم کردیم. این در قد 6 تا میباشد. 6 تا در کجاست؟ یک آیون در پیش روی است، یک آیون دیگه در پشت سر که مجموعاً اشکال سه بعدیش باز حالت 6 رو به خود میگیره. ولی فعلا چون ما حالت سه بعدی نیست از ما حالت دو بعدی در نظر گرفتیم، از خاطر این به شکل دو بعدی چهار تا آمده. اما اگه دقیق از شما بخواه که هر انیون توسط هر انیون توسط چند تا کاتیون است؟ 6 کاتیون. و هر کاتیون توسط چند تا انیون است؟ 6 انیون احاطه شده. خیلی خوب دوستا یکیش. حالا ببین این رسای کنیم چی هستن دوستا. این انیون ببین کاتیون این مثبت توسط منفی احاطه شده بود، حالا منفی توسط چی هستن؟ ببینید منفی ها، منفی ها دقیقاً توسط چی هستن؟ سعی کنید توسط کاتیون هاست. یعنی منفی ها توسط مثبت ها احاطه شده و مثبت ها توسط کاتیون ها احاطه گردیده است. پس ببین یک بار خیلی کوتاه میگیم جامدات آیونی نقاط در شبکه را آیون های مثبت و منفی تشکیل میده. پس آیون های مثبت منفی، آیون مثبت به نام کاتیون گفتیم، آیون منفی به نام چی اشاره کردیم؟ انیون اشاره کردیم. همچنان یک نقطه دیگه هم کم پیشتر بریم دوستا، آیون های مثبت منفی را رسم کردیم، یک شبکه هم رسم کردیم کشیدیم، یک نقطه شبکه را انتخاب کردیم یا مثبت یا منفی که ماردون انتخاب کردیم، هم مثبت منفی انتخاب کردیم و شما دیدین که هر مثبت توسط منفی و هر منفی توسط مثبت احاطه گردیده بود. این جامدات آیونی بود. دوستا خصوصیات جامدات آیونی چی است؟ ببینیم یک بار خصوصیات از اینا رو بخونیم ببینیم که خصوصیات جامدات آیونی چی هستند. دوستا ببین خصوصیات جامدات آیونی چند تا نکته هم دیگه بحث داریم. نکته شماره یک میگه جامدات آیونی سخت و شکننده است. دقت کنین جامدات آیونی سخت و شکننده است. اگر بشکند به پودر تبدیل می شود. متوجه باشین این پودر او پودر نیست، این پودر این پودر است. این پودر یعنی چی؟ منظور ما پودر کالاشویی نیست. هر چیز جامده که سخت باشد نرم شد یا حالت پودر می گردد. مثلا شما ببینید نمک را، نمک دو حالت داره. نمک دو حالت، یکیش حالتیش که مذابه است که از آب دریا حاصل میشه، آبهای شور، یکی دیگه است که از معدن هست که ما معدنهای نمک در افغانستان هم داریم در طالقان. خیلی خوب دوستا، کنده های نمک مثل کنده های سنگ است. همین کنده سنگ بسیار شکننده است، سخت است. یعنی شما اگر بخواید یک توتی از نمک را بشکنید مثلا همرو با چکش یا هر وسیله دیگر که بزنید اون میشکنه. اینطور نمیشه که یک قسمتش بشکنه قسمت دیگه‌اش وصل بمونه، نه بیخی کاملا شکسته میشه. وقتی که شکست شما میتونید نرمش کنید، وقتی که نرم شد پودر مثل پودر کالاشویی، پودر کالاشویی هم نرم است و این هم به محالت میباشد که ما از نمک پودر شده
استفاده میکنیم دوستان. خیلی خوب، پس جامده تایونی سخت و شکننده است، اگر بیشکنه در پودر تبدیل میشد. ببین نقطه شماره دو میشه، نقطه شماره دو میگه که جامده تایونی نقطه غلیان و ذوبان آن بلند است. یعنی میتونی بگیم که جامده تایونی دارای نقطه غلیان و ذوبان بلند میباشد. این دو میشه. نقطه شماره سه چی میگه؟ میگه که جامدات آیونی در حالت جامد هادی برق نیست، یعنی نبوده، به خاطر که الکترون های چی دارد؟ الکترون های آن حرکت اهتزازی داشته، اما در حالت مذابه هادی برق می باشد، به خاطر که الکترون های آن حرکت آزاد داره. پس اگر شما بخواید دوستان ببین سه نکته را ضروری نیست که اینا رو بخونید، من اینجا استاد میشم که تا امیر شما نبینید آسانیت بگیرید. جامدات آیونی که اصلا اول قسمتش سخت و شکننده است، خیلی خوب، اگر بیشکنه و چی تبدیل میشه پودر. نقطه اول. نقطه دوم، نقطه غلیان و ذوبانش بلنده. نکته شماره سه، جامد تایونی چند حالت داره؟ دو حالت. کدام دو حالت؟ یکیش مذابه است، یکی دیگهش جامد است. دوستان در حالت جامد هادی برق نیست. چرا در حالت جامد هادی برق نیست؟ به خاطر که الکترون حرکت اهتزازی داره. اما به حالت مذابه هادی برق است. چرا به حالت مذابه هادی برق است؟ چون الکترون ها حرکت آزاد می داشته باشد. پس به خاطر بسپارین چند حالت داره؟ دو حالت. کدام دو حالت؟ جامد و مذابه. جامد هادی برق نیست چون الکترون حرکت اهتزازی دارد، اما در حالت مذابه هادی برق است چون حرکت آزاد دارد. چی حرکت آزاد دارد؟ الکترون ها. این نکاتی بود که به شما اشاره کردیم. خیلی خوب دوستان، ببین موضوع بعدی در رابطه با جامدات مولکولی است. یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم، در بحث جامدات مولکولی مفصل گپ داریم که به شما توضیح خواهیم داد. دوباره خوش آمدید دوستان عزیز. امیدوارم کتابچه قلم پیشتون باشد، نکات زیبایی رو که ما سر برنامه خودتون یعنی برنامه کانکور با آریانا با شما خوبان ارائه میکنم یادداشت کنین. دوستان ببین خصوصیات جامدات آیونی رو خواندیم قبل از وقفه، حالا میم موضوعات ادامه‌شون رو میخوانیم. دوستان عزیز جامدات مولکولی، ببین در بحث جامدات مولکولی چی داریم؟ اول تعریفش است، گفته که نقاط در شبکه رو مولکول ها تشکیل میدهد. یادتان باشد بسیار مهم است. ببین جامدات مولکولی جامداتی است که نقاط در شبکه مولکول ها تشکیل میدهد. اگر یادتان مونده باشد ما در چند لحظه قبل خواندیم جامدات آیونی، گفتیم نقاط در شبکه را آیون های مثبت منفی بود، اما این چی هستند؟ نقاط در شبکه مولکول ها تشکیل میدهد. خیلی خوب دوستان، سکن در مولکول ها چی هست؟ در مولکول ها، مولکول ها کی هستند؟ مولکول ها بر اساس قوه جذب بین مولکولی با هم جذب گردیده است. ببین مولکول با مولکول، اتم با اتم رابطه کیمیاوی بود، ولی مولکول با مولکول چیست؟ بر اساس قوه جاذبه بین مولکول ها با هم وصل شده. حالا سعی کنیم دوستان عزیز همین قوه جذب بین مولکول ها رو ببینید. در قسمت علمی قوه جذب بین مولکول ها رو اشاره کردیم، مولکول بر اساس قوه جذب مولکولی وصل شده و قوه جذب مولکول ها که سن علمی قوه جذب بین مولکول ها اولین بار توسط واندروالز کشف شد. این خیلی نکته مهم است. اگر شما بخواید رابطه کیمیاوی رو که کشف کرد لویس میتونید اشاره کنین. اگر خواست که قوه جذب بین مولکول ها توسط کی بود؟ توسط کسی به نام واندروالز میباشد. پس یاد داشته باشین جامدات مولکولی نقاط در شبکه مولکول ها تشکیل میدهد، مولکول ها بر اساس قوه جذب بین مولکولی با هم وصل میگردد و قوه جذب بین مولکولی رو که کشف کرد واندروالز میباشد. یک نکته دیگر اشاره کنم، باید این نکته بسیار مهم است که قوه واندروالز سه نوع بود. کدام سه نوع بود؟ یکیش قوه لندون بود، یکیش قوه دایپول بود، یکیش هم رابطه هایدروجنی بود. البته یک نکته دیگه هم هست بسیار مهم است، کتاب مکتب شما همین قسمت را قسمی گرفته یا به این شکل است. من هرچند این موضوع را به اینجا نگنجانیدم ولی تشریح میکنم برتان. اگر شما بخواید قوه های معروف واندروالز کدام هاین اشاره میکنم، این کتاب مکتب گفتن. اگر سوال کنکور هم بیاد روی کتاب مکتب خواهد آمد، میگه که مشهورترین قوه واندروالز کدام های لندن و یکی دیگه شم قوه دایپول است. رابطه هایدروجنی رو شامل نساخته، در حقش رابطه هایدروجنی شامل هست، ولی اگر شما احیانا بخواید که مشهورترین قوه واندروالز کدام های هستند شما دو تا نکته اشاره کنید. یکیش قوه دایپول است، یکی دیگه شم قوه لندن میباشد. خیلی خوب دوستان، این بحث رو تشریح کردیم، حالا بیم یک مثال از اینا بخونیم. دوستان خوب سعی کنید، یک کربن دای اکساید است، یک مولکول کشیدیم، یک مولکول دیگه اینجا میگیریم، یک مولکول دیگه اینجا میگیریم و یک مولکول دیگه این قسمت، یک مولکول اینجا واسه میسازیم، یکی دیگه اینجا هست. ببینید یک مولکول است، فعلا هیچ چیز در بین از اونها وجود نیست، ما صرف مولکول ها رسم کردیم. خیلی خوب دوستان، سکون وقت مولکول ها رسم میکنیم، حالا قوه جذب بین از اونها میتیم، بین از هم داریم، قوه جذب بین از هم میتیم، قوه جذب دیگه هم این قسمت برشون واسه میسازیم، یک قوه دیگه هم به این شکل هستن و
قسمت قوه جذبی طرف میتونیم یک قسمت دیگه شو میجسن با مو ترتیب قوه جذب ها را بین از اینا زیاد وزن میسازیم. دوستا ببین این قسمت هستن، پس قوه جذب در مولکول ها هستن و انواعشان مختلف هست، میتونه به هر شکل باشد، یک شبکه باشد. ببین یک شبکه رسم کردیم، حالا دوستای عزیز یک دو قوه دیگه هم هستن، اینجا یک مولکول انتخاب میکنیم. پس اگر این دایره سفید شبکه باشد، این دایره سفید رسن ما یک بار دیگر ببینید قسمت بگیم که یک وصل میکنیم، یک شبکه وصل میسازیم. دقیقاً این قسمت رو با عنوان یک نقطه شبکه انتخاب میکنیم. این نقطه سرخ شده، این دایره که سرخ است، دوستا یک مولکول است. آیا این مولکول اگر این نقطه سفید یا دایره سفید، اگر که دایره سفید شبکه باشد، آیا یک نقطه شبکه نیست؟ است. این نقطه شبکه چی است؟ نقطه شبکه چی تشکیل میده؟ مولکول ها تشکیل داده. خیلی خوب دوستا، پس این قسمت هم ببین یک مولکول دیگه شم رسم میکنیم، یکیش هم اینجا هستن. دوستا عزیز ببین، پس این رسم شد، یک شبکه در نظر میگیریم و این کربن دای اکساید است، یک مولکول است و در این امی مولکول نقطه شبکه است. پس این قوه جذب بین از اینا که است دوستا، ببین اینی هستن قوه جذب بین مولکول است. این خطوط که بس شکل زرد رنگ آمده نقطه نقطه ای، یعنی قوه جذب میباشد. پس میگیم که جامدات مولکولی جامداتی است که نقاط در شبکه را چی تشکیل میتند؟ مولکول ها. مولکول ها به واسطه قوه جذب بین مولکولی کشف شده. قوه جذب بین مولکولی اولین بار توسط واندر والت کشف شد. و اگر شما بخواید که چند نوع، سه نوع، اگر گفت مشهورترین قوه چند نوع است، همون دو نوع قوه لندن، قوه دایپول. یک بس، امیدوارم یاد گرفته باشین. دوستان عزیز، حالا میم جامدات اتمی رو میخوانیم. به خاطر بسپارین دوستان که جامدات اتمی، اول بفهمیم که جامدات اتمی به نام چی یاد میشن. به خاطر داشته باشین جامدات اتمی کسان به نام جامدات کوولانسی یاد میگردن. خیلی مهم است. جامدات اتمی به نام جامداتی چی یاد میشه؟ کوولانسی یاد میشود. خب دوستان عزیز، حالا جامدات اتمی تعریف کنیم چی هستن. جامدات اتمی میگن نقاط در شبکه را اتم ها تشکیل میدهد. ببین اگر جامدات مولکولی گفت، نقاط در شبکه را مولکول تشکیل میده. اگر جامدات اتمی گفتیم، نقاط در شبکه را اتم ها تشکیل میدهد. اگر گفتیم که آیونی، آیون های مثبت منفی است، اگر جامدات آیونی میگیم، نقاط در شبکه را آیون های مثبت و منفی تشکیل میدهد. پس حالا دوستان، جامدات اتمی جامداتی است که به نام جامدات کوولانسی گردیده و نقاط در شبکه را اتم ها تشکیل میدهد. دوستان به خاطر داشته باشین نکته بعد را، اتم ها توسط رابطه اشتراکی یا کوولانسی با هم ارتباط یافته. متوجه باشین دوستان عزیز، اتم با اتم توسط رابطه اشتراکی وصل میشد، مولکول با مولکول توسط قوه جذب بین مولکولی وصل میشود. خب دوستان، جامدات اتمی به نام جامدات کوولانسی یاد میشود، نقاط در شبکه را اتم ها تشکیل میدهد. اتم ها به واسطه رابطه اشتراکی یا کوولانسی با هم وصل گردیده. که مهمترین مثال از اینام عبارت است، کدامش است دوستان؟ یکیش الماس است و یکی دیگه شم سیلیکون کاربوید میباشد. این دو تا سوال کنکور دوستان عزیز، الماس و سیلیکون کاربوید، یادتان باشد. پس اگر شما بگید که جامدات اتمی، یک مثال از جامدات اتمی را کن، خیلی کوتاه میتونید بگین که الماس و سیلیکون کاربوید از جمله کدام است؟ جامداتی هستند. الماس و سیلیکون کاربوید از جمله جامدات اتمی است. خب ببین اینا را یک بار شکلشون رو بخونیم، نمای ساختار کلیشون رو بخونیم که جامدات اتمی چرا اینا، چرا جامدات اتمی یاد میکنیم یا چرا جامدات کوولانسی یاد میکنیم. دوستای خوب، حالا سعی کنید یک مثال اینش میکشیم از سیلیکون کاربوید. این سیلیکون است، یک قسمت کربن، سیلیکون، دوباره میگیریم کربن. دوباره وزن میسازیم قسمت، بچا کربن، سیلیکون، کربن و سیلیکون. خیلی خوب ببینید شکل کلی از اینا هست، یک سیلیکون است. سیلیکون در گروه چهارم است، پس چهار رابطه وصل می‌سازد. پس یک رابطه هستن، این قسمت وصل می‌سازیم. این رابطه کربن است، کربن هم بچا چهار رابطه وصل می‌سازیم. پس این قسمت هم رابطه کربن سیلیکون است، سیلیکون هم چند رابطه وصل می‌سازیم؟ چهار رابطه. ببین کربن است، چهار رابطه کربن هست که وصل می‌سازیم. ببینید هر اتم که در اینجا هست یک سیلیکون است، اتم سیلیکون، این اتم کربن، این اتم سیلیکون، اتم کربن. ببین اتم سیلیکون با اتم کربن توسط یک رابطه وصل شده. خیلی خوب که ما بیشتر توضیح بدیم رابطه را، یک بار تکمیل بسازیم دوستان. یک بار رابطه را تکمیل شد، باز میتونیم بیشتر سرش گپ بزنیم. سیلیکون قسمت هم سیلیکون رابطه‌اش باشد، کربن با سیلیکون و این رابطه اینه، اینم رابطه سیلیکون باشد. دوستان حالا ببینیم چیکار میکنیم. ببین برای از این یک چی میکشیم، یک شبکه. اناله سعی کنید یک شبکه را کشیدیم. خب یک نقطه از شبکه است، مثلا دوستان اساس ببین کربن میگیریم. ببینید دقیقاً این قسمت ما انتخاب کردیم. چرا انتخاب کردیم؟ یک نقطه شبکه را انتخاب کردیم. اگر ما به صورت کلی یک شبکه در نظر بگیریم، یک نقطه شبکه میشه. این نقطه چی تشکیل داده؟ اتم.
اتم با اتم توسط چی بود؟ رابطه اشتراکی. نام دیگه رابطه اشتراکی چیست؟ رابطه کولانسی. خیلی راحت دوستان، نام دیگه رابطه اشتراکی رابطه چی است؟ کولانسی میباشد. اتم با اتم به واسطه رابطه اشتراکی وصل شدن. دوستان به خاطر بسپارین که رابطه اشتراکی یک نام دیگه هم داشت که با نام رابطه کولانسی میشد. خیلی خوب دوستان، پس جامدات اتمی کدام است؟ جامداتی است که نقاط در شبکه اتم ها تشکیل میدهد. پس یعنی قسمت ما اینمی رو میگیم که رابطه اشتراکی یا کولانسی باشد. پس یک بار دیگر خیلی کوتاه دوستان، ضروری نیست شما شکلی ببینید، من یک بار خیلی کوتاه براتون جنبندی میسازم. جامدات اتمی به نام جامدات کولانسی میشن یا جامدات کولانسی به نام جامدات اتمی میشن. نقاط در شبکه اتم ها تشکیل میدهد. اتم با اتم توسط رابطه اشتراکی وصل شده و رابطه اشتراکی با نام رابطه کولانسی هم یاد می‌گردد. امیدوارم یاد گرفته باشید. بسیار آسانه. دوستان قسمت بعدی شماره چهارم، چون اشاره کرده بودیم که جامدات کریستالی به صورت کلی یا جامدات بلوری چهار نوع بود. یکی شاینی بود خواندیم. مولکولی رو هم خواندیم، جامدات کولانسی رو هم خواندیم. حالا میمونه یک از اونها، جامدات کدام؟ جامدات فلزی. خیلی خوب دوستان، ببین جامدات فلزی چه هستن؟ میگیم جامدات فلزی جامدات یا نقاط در شبکه را آیون‌های مثبت فلزات تشکیل میدهد. فقط ببین اگر مثبت منفی گفتین او آیونی میشه. اگر تنها یک از اینا را ذکر کردین، یعنی کدام آیون‌های مثبت گفتین، باز این جامدات فلزی میشه. اینه دوستان، پس میشم شما میتونید تعریف را به شکل واضح ببینید. جامدات فلزی جامداتی است که نقاط در شبکه را فلزات مثبت تشکیل میدهد. دوستان عزیز ببین خصوصیات از اینا. متوجه باشین دوستان که اتم های فلز بر اساس رابطه فلزی با هم دیگر وصل می شود. یعنی چی؟ یعنی رابطه فلزی صرف در فلزات هست. مثلا لباس این فلز نیست دیگه، لباس بر اساس رابطه فلزی وصل نشده. یا مثلا شما هر چیز دیگه تصور میکنین خارج از فلز، اینا رابطه فلزی ندارن. رابطه فلزی یک رابطه خاص است که صرف در فلزات موجود می باشد. پس بنابراین دوستان جامدات فلزی جامداتی است که نقاط در شبکه را آیون های مثبت تشکیل میدهد. اتم ها بر اساس رابط فلزی با همدیگر وصل میگردد. منظورش اتم های فلز است دوستان عزیز، اتم ها نگفتیم، میگیم اتم های فلز بر اساس رابط فلزی با هم وصل میگردد. خیلی خوب دوستان، ببین فلزات دارای خاصیت چکش خوردن است، سیم شدن است، هدایت برقی و حرارت میداشته باشد. دوستان عزیز یادتان باشد که علت انتقال حرارت یا برق هم همون الکترون های آزاد است که در سطح فلزات وجود میآید. اگر احیانا شما بخواید به این گونه، اگر شما پرسان شاید یا سوال آمد شما داشته باشین، میگه که چرا فلزات هادی برق است، چرا فلزات دارای جلای فلزی است، شما باید بگین الکترون هایی که در سطح فلز به وجود میآید باعث می شود که فلزات هم هادی برق باشد هم دارای جلای فلزی باشد. دوستا یک سال کانکور آمده، سال بی شکل آمده، میگه که علت درخشش فلزات در مقابل نور چیست؟ شما باید پاسخ بگین که علت درخشش فلزات در مقابل نور الکترون های آزاد و متحرک در سطح فلز می باشد. دوستان این نکته اساسی می باشد. جامدات فلزی نقاط در شبکه را آیون های مثبت فلزات تشکیل می دهد. نکته اول. نکته دوم، اتم های فلز به اساس رابطه فلزی وصل می شود. نکته شماره سوم، فلزات خاصیت چکش خوردن، سیم شدن، هدایت برقی و حرارتی را نیز می داشته باشد. که ببینیم یک بار شکل کلی یا دورنمای کلی شو ببینیم. مثلا شما ببین ایجی نقره دی قسمت بازم ایجی هستن، مثبت ایجی مثبت ایجی مثبت هستن. خیلی خوب دوستان عزیز، این طرف هم می بینیم ایجی مثبت اینجا مثلا و دیگه شما ایجی وصل می سازیم. ببین دوستان و اینا هم به اشکالی هست که وصل می شود. انشالله که ایچ گناه هست رابطه فلزی به کدام شکل واقع میگردد وقت نیست متاسفانه. انشالله در دروس بعدی حتما اشکال این جامدات را برتون نشان خواهیم داد. تا دیدار دیگر، بدرود.